سرزمین عراق سال 61 هجری، حاشیه صحرا غرب رود فرات، ده ها هزار تن در برابر یک مرد. دهمین روز محرم حماسه‌ای بزرگ رقم می‌خورد و خاک خون خدا را در آغوش می‌کشد. واقعاً شناخت یزید، شناخت بنی امیه از حسین بن علی، شناخت ظاهری بود. الامام الحسین علیه السلام قام بثوره و نشر رساله بدمائه. مردانی که با حسین ابن علی رفتن جز علی ابن الحسین هیچ کی برنگشت. لنجعل هذه الجريمه هي جريمه كبرى ليس بعدها من جريمه. They were in shock. What had they done? یزید ظاهرا پشیمون شده. وای خوشحال. معركة بين الآخرة وبين الدنيا، فتنة وبلاء ابتلى الله بها المسلمين. همه کسانی که عشق میریزن برای امام حسین در دل به امام حسین افتخار هم میکنن. ندای عاشورا جهانیان را از هر دین و آیین به خود جلب میکند. مرگ با عزت بهتر از زندگی با ذلت است. اکنون 13 قرن از حماسه آن مرد خدا می‌گذرد. اینجا کربلاست، وعدگاه هزاران هزار زائر عاشق، و یک نام حک شده بر تمامی دلها و ذکر همه لبها: حسین ابن علی. قسمت 13. خورشید 10 محرم غروب کرده است. امام حسین علیه السلام و تمامی یارانش به شهادت رسیدند. آنچه در خیمه ها بوده به غارت رفته و بانوان اهل بیت نیز به اسارت در آمدند. امام سجاد علیه السلام که در اثر بیماری اجازه نبرد نیافت در شمار اسیران است. صبح غمبار 11 محرم لشکر یزید مست پیروزی و غارت کاروان اسرا را به سمت کوفه می‌برند. روز 12 محرم سال 61 کوفیان کار و خانه‌های خود را رها کرده و به تماشا آمدند. لشکر یزید کاروان اسرا را وارد کوفه می‌کند در حالی که سر تمامی شهدا بر نیزه هاست. خطبه حضرت زینب سلام الله علیها و امام سجاد علیه السلام ولوله‌ای در جمعیت کوفی برپا می کند. شادی مردم به عزا تبدیل می شود و ماتمی ابدی آنها را در خود فرو می برد. اینجا ابا عبدالله الحسین فقط قیام نکردن برای اینکه جامعه را از ظلم دنیایی و مادی نجات بدن، قیام کردن که جامعه رو از ظلم حتی معنوی نجات بدن، چون خطر تحریف دین در میان بود. یکی از ثمرات مهم قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام این شد که دین به دست حاکمان جائر تغییر و تبدل پیدا نکنه. لأن المولى عز وجل عندما أهدى الإنسان هذا الدين الخالد، هذا الدين النهائي، هذا الدين الذي تكاملت كل أركانه، أيضا يريد الحفاظ عليه. وفي السنة التاريخية وفي علل الوجود الحفاظ على هذا الدين، على الأفكار الكبيرة، تتم من خلال رجال يعدهم الله تعالى بمراحل معينة، بكيفيات عرفانية تربوية معينة لأداء هذا الواجب. كان الإمام الحسين واحدا من القامات الشامخة في التاريخ الإسلامي، وبإجماع كل العلماء وبإجماع كل المفكرين. النقطة خوبية است که
چه اندازه حادثه عاشورا تأثیر گذاشت در این که جهت‌دهی درست بشه و مردم متوجه بشن؟ خیلی تأثیر، خیلی مردم زود متوجه شدن که اصول ول کردن، به فروع چسبیدن. اما عاشورا آسمان و زمین رو در یک تلاقی قرار داد و اینها رو، اتحاد اینها رو با هم دیگه مطرح کرد. و اینه که میگم تمدن سازه، که اگر این رابطه عاشقانه نبود چه دلیلی داشت که چنین عاشورایی برپا بشه؟ اونجا در واقع اون وجه خداوند تجلی میکنه، اینی که از مرتبه حماسه های آشنا بالاتر میره، به حماسه میرسه مثل همه چیز عاشورا که عرض کردم پنهانه و مخفی است و در مرتبه عقل و چشم ظاهر نمیاد، اونجا تجلی میکنه. It was more of a moral objection, a conscientious objection to accepting illegitimate authority, then he was actually challenging it physically. Now what happened after Karbala took a life of its own. Many Muslims who even may have not agreed with Imam Hussein in the fact that he didn't give bay'ah to Yazid were nevertheless abhorred by the way in which the favorite grandson of the Prophet, you know, who the Prophet used to put on his knee and say, whoever is loves Hussein loves me, Hussein is of me. زمان دقیق خروج اسرا از کوفه در دست نیست، اما آنچه مسلم است این است که کاروان را پس از چندین روز راهی شام می کند. عبیدالله در نهایت دناعت دستور می دهد تا به دست و پا و گردن امام سجاد علیه السلام زنجیر ببندد. تکریت، النخله، موسل، عین ورده، حلب، هومس، بعلبک و بسیاری از شهرها و روستاها و منزلگاه‌های دیگر پی می شود. سخت‌ترین و دردناک‌ترین لحظاتی که برای اهل بیت پیامبر رقم خورده است هنوز پدیدار نشده. شام و امان از شام. اهل بیت را سه روز پشت دروازه شام نگه می‌دارند تا تزیین شهر کامل شود. بنابر روایتی اول ماه صفر سال 61 هجری است. گویا قرار است جشن بزرگی در شام برپا شود. مردم غافل لباسهای نو پوشیدند، دف میزنند، بر طبلها میکوبند و روبروی دروازه های شهر ایستادند تا اسرا را تماشا کنند. اسیرانی که بنابر گزارش حکومت شورشی خطاب میشوند. دروازه ساعات شلوغ ترین دروازه است. بسیاری از مردم نمی دانند که اسیران را با پیامبر اسلام نسبتی هست. و هم فی طریقهم الى دمشق كانوا يواجهون بالناس و كان اولو الامر يقولون ان هؤلاء سبايا أناس خرجوا على إمام زمانهم، فيقف الناس موقفا سلبيا من الإمام زين العابدين ومن السبايا. وهذه مسألة ليست بسيطة، أن يقدر هؤلاء الناس، أن يخطئ هؤلاء الناس، من هم هؤلاء وما دورهم وما وظيفتهم وما الذي قام به يزيد. بنلاحظ أنه أنتم كان لا يتورع الحاكم الأموي عن قصف مكة بالمنجنيق. إذا حركة المجتمع أنه نحن بضل الإسلام عنصر ظاهر بصير قشري، أما المحتوى الأساسي فهو المحتوى الإمبراطوري الذي يظهر عظمة الدولة الأموية. يزيد بار عام داده است، أشراف و أعيان و أميران قبائل هم دعوت شدند. هر لحظه شرایط جسمی و روحی اهل بیت سخت‌تر می‌شود. داغداری و شهادت امام و یارانش و سرهای برنیزه، توحش مأموران، بی احترامی و جسارت مردم، گذراندن بانوان اهل بیت از میان جمعیت و اینک مجلس یزید. با اشاره یزید اسرا وارد مجلس می‌شوند.
سر مبارک امام حسین علیه السلام در تشتی از زر مقابل یزید قرار می‌گیرد. یزید جسارت را از حد گذرانده با چوب دستیش به سر امام ضربه می‌زند. ابو برزه اسلمی یکی از صحابه پیامبر که در مجلس حاضر است فریاد می‌زند: وای بر تو، چوب دستیت را بردار. با چشم خود بارها دیدم که رسول خدا بر این لب و دهان بوسه می زد. یزید خشمگین شده و دستور می دهد او را از مجلس بیرون کند. سپس رو به جمعیت سخن می گوید و پیروزی خودش را انتقام شکست خاندانش در جنگ بدر می نامد. ان الحسین هو ابن رسول الله، هو نتاج لمدرسة رسول الله، هو إفراز لحضارية الإسلام، وكفى. الحسين إذن بهذا اللحاظ الإسلامي هو مدرسة للجميع، هو ينبوع علم ومعين معرفة للجميع، ولا يجب أن نجعل الانتماء لهذا الفكر أو ذاك حائلا دون الغوص في شخصيته. که ابا عبدالله الحسین در انگیزه قیامشون در همون ابتدا میفرماید علی الاسلام السلام، اگر کسی مثل یزید بخواد حاکم بشه باید با اسلام خداحافظی کرد، نه فقط به خاطر این است که یزید ظلم میکند به زیردستان، نه فقط به این دلیل است که یزید منافع آنها را چپاول میکند، نه فقط به این دلیل است که یزید به شخصه و به تنهایی دیندار نیست و حتی معتقد به دین نیست، چون بعدها گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی نزل. خب نشون میده که یزید اعتقاد به دین نداشته با این کلام خودش. یعنی صحیح ان الامویین لم يدخلوا طوعا في الإسلام، يعني لم يسعوا إلى الإسلام على غرار المناضلين الذين التحقوا بالرسول واقتنعوا بالدعوة وناضلوا في سبيلها وتحملوا الأذى أيضا إلى آخر ذلك. يعني عاشت الدعوة الإسلامية في قلوبهم وفي عقولهم، بينما يعني أهل مكة وعلى رأسهم السفيانيون كانوا ضد الإسلام حتى ذلك الحين. يزيد خطاب به امام سجاد عليه السلام آیه ای از قرآن میخواند: هر مصیبتی که به شما برسد به سبب دستاورد خود شماست. و سپس خاندان بنی هاشم را زیر سؤال میبرد و به انکار وحی میپردازد. امام زین العابدین میفرماید: هیچ مصیبتی به مال یا به جانتان نرسد مگر پیش از آن که بیافرینیمش. در کتابی نوشته شده است و این بر خدا آسان است. و ادامه می دهد: تا بران چه از دستتان می رود اندوهگین نباشید و بدان چه به دستتان می آید شادمانی نکنید و خدا هیچ متکبر خود ستاینده ای را دوست ندارد. أن ما أداه الإمام السجاد في هذه الحضرة هو دور إعلامي إعلاني يقدم الحقيقة للناس ومن ورائهم للتاريخ وللمستقبل. Zainab, Hussein's sister, who basically after the massacre, because only the men were massacred, was the one who stood up to Yazid, who called him out, who made him ashamed of himself and so on, who basically spread the word of what had happened, whether it was a major factor in spreading the word of what had happened, would not let it die. I think that people can recognize in Hussein his higher spiritual qualities, the very nature of the man. Now, even if people are not religious and they wouldn't necessarily call these higher spiritual qualities, they can get the sense and the feeling, yes, here is somebody that we should take notice of.
بسیاری از افراد حاضر در مجلس یزید که خبر از اصل ماجرا نداشتند با سخنان امام سجاد علیه السلام به خود می آیند. نگاه ها و سخنان شماتتبار به یزید رو به فزونی می روند. برخی افراد اهانت به خاندان پیامبر را بر نمی تابند. حضرت زینب سلام الله علیها پیش آمده و پس از خطبه ای رسا و پرمعنا می فرماید: ای یزید، هر مکری که داری به کار گیر، هر تلاشی از دستت برمی آید انجام بده. به خدا سوگند هرگز نمی توانی نام و یاد ما را محو کنی و وحی را از بین ببری. ننگ این ستم را نمی توانی از خود بزدایی. روزهای قدرت تو کوتاه و جمعیت تو رو به پراکندگی است. روزی فرا می رسد که منادی ندا در خواهد داد: لعنت خدا بر ستمکاران باد. شما نگاه کنید میبینید که درست مردم شام با فرهنگ امویان خو گرفته بودن، اما کم کم وقتی آمدند برای حج، برای موارد دیگر، متوجه شدند خیلی از اون مردم که این وضعیتی که بنی امیه برای اونها ترسیم کرده بودن اسلام واقعی نبوده، هرچند که خودشون رو به عنوان میراثداران پیغمبر جلوه داده بودن. حرکت امام الحسین فی تاریخ نراها بأنه أعطى للإسلام، لإسلام جده وأبيه، أعطاه القوة، أعطاه المناعة، أعطاه الفرصة لأن تستمر هذه الرسالة وأن تحقق غاياتها وأن تصل إلى نهاياتها وتحقق الكلمة لله العليا في هذا العالم، وبسيادة المفاهيم والمعاني القرآنية في هذا العالم، سيادة العدالة، قيام دولة القسط والعدل، تحقيق الأهداف الحقيقية من الدين الإسلامي الحنيف. شام، مسجد جامع شهر، روز جمعه. مردم جمع شده اند تا به امامت یزید نماز جمعه بخوانند. درخواست مردم این است که علی ابن الحسین علیه السلام بر فراز منبر رفته و خطبه ای بخواند. یزید با اکراه موافقت می کند. امام سجاد علیه السلام در معرفی خود می فرماید: منم فرزند مکه و منا، منم فرزند زمزم و صفا، منم فرزند کسی که حجرالاسود را با اطراف عبای خود برداشت، منم فرزند فاطمه زهرا، بانوی بانوان جهان. و خطبه همچنان ادامه می‌یابد. صدای شیون مردم بلند می‌شود. یزید هراسان از بیمان که مبادا تحولی ایجاد شود، سخنان امام را قطع کرده و به مؤذن دستور می‌دهد: اذان بگو. صدای اذان در مسجد می‌پیچد. به تعبیر دیگر می‌توان گفت قیام ابا عبدالله الحسین و درس‌های کربلا راه نجات عالم از همه مظالم است. نه راه مقاومت نه تنها فقط درسی است برای مقاومت کردن در مقابل ظلم. اگر ما از کربلا درس بگیریم جهان رو نجات خواهیم داد. الامام الحسین علیه السلام قام بثوره و نشر رساله بدمائه. هو لم يفتح عسكريا، هو فتح قلوب وعقول كل ما يمكن ان يكون من ثوره او ثائر في ذلك الزمان او من بعده او في التاريخ المستقبلي. الحسين اعطى هذا الامل وهذه الفرصه وهذه القوه وهذه القابليه، وكان بالتالي دماؤه كانت حافظة وكانت صائنة وكانت داعمة لحركة الإسلام في التاريخ.
ما داریم وقتی در تاریخ از وقت نماز شد یزید کارش به جایی رسید، به بهانه اذان و وقت نماز سخنان امام سجاد علیه السلام رو قطع کنه و دستور داد که نماز خوانده بشه. داریم در تو خیلی از همون شامی هایی که او رو به عنوان خلیفه رسول الله تعالی میشناختن حاضر به اقامه نماز پشت سر یزید نشدن، اقتدا به اون نکردن و رفتن. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت خون پاک امام حسین علیه السلام اثر خودشو گذاشت، حتی در شام یک تحول ایجاد کرد که این چه کسی است که بر ما حکومت میکنه و اون شهید برای چه در مقابل او ایستاد. وقتی ندای مؤذن به عبارت اشهد ان محمد رسول الله میرسد، امام عمامه از سر برداشته و رو به یزید میفرماید این محمد که نامش برده شد جد من است یا تو؟ اگر بگویی که جد توست دروغ گفته و کافر شده ای، و اگر جد من است چرا پدرم را کشتی، مالش را به تاراج بردی و خانوادش را اسیر کردی؟ سپس گریبان چاک کرده می گرید و می فرماید ای یزید، مرتکب این جنایت شده ای و باز می گویی محمد رسول خداست و رو به قبله می ایستی؟ وای بر تو، پدرم و جدم در قیامت دشمن تو خواهند بود. یزید فریاد می کشد مؤذن اقامه بگو، و برمی خیزد تا برای نماز آماده شود. سخنان امام تأثیر خود را می گذارد و بسیاری از افراد حاضر به خواندن نماز به امامت یزید نمی شوند و مسجد را ترک می کنند. یزید در شهر دمشق گفت خدا لعنت کند ابن زیاد رو، اگر من بودم که این کار رو با حسین و زن فرزندش نمی کردم. به هر نحو ممکن بود من او را به سلامت نگاه می داشتم. یزید ظاهرن پشیمون شده، با این خوشحال بود، با آرزوش رسیده بود. نمیتونست، عالم یه جوری به هم خورده، شهر دمشق یه جوری به هم خورده، عالم اسلام یه جوری به هم خورده از جریان شهادت حضرت حسین که یزید نمیتونه دیگه بپذیره، یعنی به گردن بگیره این حادثه رو، میندازه به گردن عبیدالله و او رو لعنت میکند. عبیدالله او را لعنت میکنه، عمر سعد هر دوشون رو لعنت میکنند. اون سربازا همه سر به زیر شدند، خجالت زده شدند، ننگار بر دوش گرفتند. و لذا میبینید که بعد از واقعه کربلا دیگه بنی امیه آب خوش از گلوشون پایین نمیره و قیام ها، چون امام حسین علیه السلام اون طرز تفکر رو در هم ریخت، قیام های متعدد در جامعه اسلامی صورت میگیره که نهایتاً به محو و نابودی بنی امیه انجامید. یکی از ثمرات مهم قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام این شد که دین به دست حاکمان جائر تغییر و تبدل پیدا نکنه. ابا عبدالله الحسین با مظلومیت خودشون کاری کردن که آبرویی برای حاکمان باقی نموند که بخوان واضع شرع هم باشند در آینده، کما اینکه قدیماً هم این گونه بوده است. یزید که شرایط را وخیم می‌بیند تلاش می‌کند تا از زیر بار مسئولیت حادثه کربلا شانه خالی کند. او گناه را به گردن عبیدالله می‌اندازد و او را سخت سرزنش می‌کند. موج بیداری مردم قصر یزید را هم فرا می‌گیرد. زنان یزید و دختران معاویه با دیدن زنان خاندان حسین ابن علی علیه السلام که به عنوان اسیر به دارالاماره آورده شده اند شروع به شیون می کنند. اعتراضات به گوش یزید می رسند. یزید زیر فشارهای سیاسی و مردمی دستور می دهد تا با اسرا مدارا کنند و آنان را با شرایط بهتری به مدینه بفرستند.
يتأمل الإنسان هذه المعاملة الخسيسة. حفيدات النبي أسرته الكريمة، لولا الإسلام ولولا النبي ما كان ممكن للأسرة الأموية أن تكون لها أدنى مكانة ولا غيرهم. دماء الحسين حافظت الإسلام، دماء الحسين أعطت الأمل للمسلمين بأنهم منتصرون وأن الله سبحانه وتعالى قادر على حفظ دينه وعلى الوصول بعباده أو بهذا العالم إلى ما يريده من الخلق. وقتی که آقا عبدالله حسین شهید شد، کاروان اسرا برگشتن، به مردم مدینه خبر دادن کاروان برگشته، خوشحال شدن. تو حسین برگشت، چون هنوز به مدینه خبر نداده بودن حسین بن علی کشته شد. کاروان اهل بیت علیهم السلام راهی مدینه می شود. امام سجاد علیه السلام بشر بن حزلم را زودتر به مدینه می‌فرستد تا خبر شهادت ابا عبدالله و آمدن کاروان را به اطلاع مردم برساند. بشر که مانند پدرش طبع شعر دارد به مسجد النبی رفته و دو بیت شعر به این مضمون می‌خواند: ای اهل یثرب، دیگر جایی برای ماندن شما در شهر نیست. حسین کشته شده و اشکهایم جاری است. پیکرش را در کربلا پاره پاره کردند و سر مطهرش بالای نیزه است. خبر به سرعت در شهر پیچید و زنان و مردان مدینه شیون کنان و بر سرزنان به استقبال کاروان اهل بیت می شتابند. نه بالای منبر رسول الله گفت قتل الحسین، حسین کشته شد. زد جناز گریان و خب کوشن، گفت کاروان اومده دم دروازه. خرجت المدینه، همه آمدن. هم بله کاروان خالیه. مردانی که با حسین ابن علی رفتن جز علی ابن الحسین هیچ کی بر نگشت. مسلم شهید شده، اون جعفر، همه اینا. وقتی این کاروان برگشت، یک سوال بزرگ در مدینه ایجاد شد. لماذا قتلوا؟ من قتلهم؟ به ای دلیل؟ چرا کشته شدن؟ کی کشته شد؟ به چه دلیل کشته شد؟ ابراز همدردی میکردن از کاروان و اسرای اهل بیت مدینه با چه شیون و عرض کنم عزاداری استقبال کرد. ولی این که پای کار باشن و معرفت داشته باشن، حب به اهل بیت تو دلشون باشه، وجود نداشت. كل احداث بعد ذلك تدل ان موقف الامام الحسين ايقظ الامه ولو جزئيا او اوقع جزءا من الامه واوضح الحق من الباطل. کربلا فقط برای این نیست که هر موقع قریب شدی و در گوشه‌ای محاصره شدی از حسین درس بگیر و مانند حسین به شهادت برس. کربلا درسی است برای پیریزی تمدن عظیم اسلام. مردم در برابر خیمه امام سجاد علیه السلام تجمع می کنند. امام بزرگوار در حالی که قطرات اشک بر محاسن مبارکش فرو می ریزد، سفارش های پیامبر در مورد خاندانش را یادآور می شود و اقامه عزا بر شهدای کربلا را علنی می کند. ای مردم، ما طرد شده، آواره، رانده و دور از شهرها شدیم. گویا ما فرزندان اقوام غیر مسلمانیم. به خدا سوگند، اگر پیامبر صلی الله علیه و آله آنگونه که درباره ما به این گروه سفارش به محبت کرد به آنها سفارش می کرد که با ما مبارزه کنند، بیش از این نمی توانستند جنایت کنند. انا لله و انا الیه راجعون. در این مصیبت خانمان سوز
توان فرسا، جانکا، دلخراش، دردناک و رنجاور به خدا پناه میبریم و در راه او تمام مصائب را به جان میخریم و میدانیم که خداوند توانا و انتقام گیرنده است. داستان عاشورا البته مقدمات داره، مؤخرات داره، شروعی داره، پایانی داره. پایانش عصر عاشورا نیست، نه، ادامه داره. یعنی داستان رو دو مرتبه از همون جایی که شروع شد، از حجاز شروع شد، از مدینه النبی شروع شد، امام حسین از اونجا شروع کردن، آمدن مکه و بعدم از مکه اومدن به عراق. امام سجاد سلام الله علیه همین کار رو کرد با یه وسعت بیشتری که به شام و کوفه و اینا هم مرکز حکومت امویان کشون آقا جریانو، و بعد از اونجا دو مرتبه یک بازگشت جدی دارن به سوی حجاز و مدینه. منتها میدونید جهان کفر همیشه یه نقطه پنهان داره و اون نقطه پنهان خداست. جهان کفر همه عوامل هم شناسایی بکنه، خدا رو نمیتونه شناسایی بکنه. او بندگان خاص خدا رو نمیتونه شناسایی بکنه. واقعا شناخت یزید، شناخت بنی امیه از حسین ابن علی یه شناخت ظاهری بود، اما نمیتونستن تجلی حق در حسین ابن علی رو ببینن. اینا واقعیت های تاریخیه که حتی من میخوام ادعا کنم که بخشایشم مخفول مونده و اطاعت از فرماندهی که حتی شما فکر کنین امام تعیین میکنه که چجوری گریه کنین، چجوری عزاداری کنین، چجوری عزت خودمون رو حفظ کنین. تمام اینا رو حضرت زینب مو به مو نه فقط که اطاعت میکنه، مدیریت میکنه که اجرا بشه و این سخته واقعا. امام سجاد علیه السلام خطاب به مردم مدینه میفرماید: ای مردم، کدام قلب است که در شهادت او لرزان نشود؟ کدام جگری می توان یافت که برای او نسوزد؟ کدام گوشی است که این حادثه بزرگ و جبران ناپذیر را بشنود و آسیب نبیند؟ و به این ترتیب حادثه عاشورا، حقیقت برنامه یزید بن معاویه و فساد سیاسی و دینی و اخلاقی او را برملا می کند و اعلام سوگواری بر امام حسین علیه السلام در مدینه شروعی است برای زنده نگه داشتن حادثه و پیام عاشورا. جانب آخر، الائمه الذين جاءوا بعد الامام الحسين عليه السلام دعوا بشكل واضح الى احياء هذه المناسبه وقالوا صراحه احيوا امرنا، يعني أن كل المتعلقين بهؤلاء الأئمة وبشخص الإمام الحسين عليه السلام اعتبروا أن من الواجب إحياء هذا الأمر. اگر زیبایی و شکوه حماسه و شادی که در دل رؤیت شجاعت حماسه سازان کربلا در دل انسان ایجاد میشه نبود، اینقدر امام حسین عزادار نداشت. همه کسانی که عشق میریزن برای امام حسین در دل به امام حسین افتخار هم میکنن، در دل از امام حسین علیه السلام لذت هم میبرن. و بعد از اینکه عشق میریزن برای ابا عبدالله الحسین، این چنین نیست که از جلسه ماتمی که برای یک میتی برگزار شده و مصیبتی که مشاهده کردن بیرون اومدن، احساس میکنن از یک مجلس سرور و فرح بیرون اومدن. این در روایت هم تصریح شده. می‌فرماید هر کسی به سمت کربلای ابا عبدالله الحسین بیاد برای زیارت، مسرور به سوی خانواده خود باز خواهد گشت. این سرور در متن اون حماسه است. من الشعائر الحسینیه اليوم ننادي ان ننطلق بوحده اسلاميه حقيقيه من خلال هذه الوحده، نبتعد عن السب والشتم والطعن في هذه الشخصيه او تلك. لا، دعونا نتفق جميعا أن قتل الحسين هي أعظم جريمة في التاريخ،
لنجعل هذه الجريمة هي جريمة كبرى ليس بعدها من جريمة. وهذا لا أعتقد لا السني يستطيع أن يقول خلاف ذلك ولا الشيعي يقول خلاف ذلك. هنالك قضية جوهرية حقيقية مهمة، هي أننا هل نرضى أنا وإياكم بمقتل الحسين بهذه الطريقة؟ الذين ذهبوا معه شعروا بعد ذلك بحجم نتائج ما حصل، الذين لم يذهبوا شعروا بالألم الشديد والخسارة الشديدة. قسم منهم ذهب إلى محاولة ثورات جديدة، قسم منهم عاش عقدة الذنب لأنه لم يشارك، وشاهد المجتمع الإسلامي كيف يذهب في اتجاهات مخالفة للمبادئ الإسلامية الأصيلة. إذن هذا النوع من الشعور المختلف بين فئة وأخرى سمحت باستمرار التعلق بهذه المناسبة. This was his upbringing and therefore he chose eventually death instead of life and he sacrificed everything for that. And he continues to live. You know, Hussein died about 1500 years ago nearly, and it is as though he is still living and struggling, and people still find in him an example both for opposing oppression and for seeking victory of the truth over non-truth. واقعه دهم محرم سال 61 هجری در همان روز پایان می‌یابد، اما اثرات قیام امام حسین علیه السلام در طول تاریخ عمیق‌تر شده و نهضت عاشورا جایگاه یک سرمشق دائمی برای امت اسلامی را به دست می‌آورد. تاریخ بشریت هنوز از خون بناحق ریخته سرور شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام بهره می‌برد، چرا که وارثان این خون مدبران ترین و شیواترین روش‌ها را برای زنده نگه داشتن آن به کار بردند. رنج‌ها بردند و مصیبت‌ها کشیدند و اینک آنچه حقیقت است این است که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا. زمان می گذرد اما حوادث جاری در زندگی بشر حقایق دست نخورده آفرینش است. We'll be right back.